واشنگتن پایتخت آمریکا و چند شهر دیگر جهان امروز صحنه تظاهرات و راهپیمایی‌های کم سابقه خواهد بود که با هدف وضع قوانین سختگیرانه در مورد اسلحه برگزار می‌شود. آنچه این تظاهرات و راهپیمایی‌ها را متمایز می‌سازد معترضینند که این بار بیشترشان دانش آموز هستند. جزئیات بیشتر در گزارش روزیتا ایران دوست. دبیرستان مارجری استونمن داگلاس فلوریدا تنها دبیرستانی نبود که 17 دانش آموزش را به دلیل تیراندازی از دست داد. دیروز نیز یک دختر دانش آموز در یکی از دبیرستان‌های ایالت مریلند به دلیل مرگ مغزی جان خود را از دست داد. زندگی ما به طور کل و برای همیشه دگرگون شد. دختر من هدف گلوله پسری قرار گرفت که به سرش خود و همه زندگیمونو ازمون گرفت و برای همیشه همه چیزو تغییر داد. پیشبینی می شود هزاران دانش آموز همراه با خانواده هایشان در یک راهپیمایی اعتراضی موسوم به راهپیمایی برای زندگی در واشنگتن دی سی شرکت کنند. این راهپیمایی که عمدتاً توسط دانش آموزان و با استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی هماهنگ شده، با مشارکت بسیاری از نجات یافتگان در تیراندازی‌ها همراه خواهد بود. گونزالس یکی از دانش آموزان فلوریدایی است که در توییتی ضمن ابراز همدردی دلیل حضورش را متوقف کردن تیراندازی‌های مشابه اعلام کرده است. اما برای بسیاری در شهرهای کوچک و روستاهای آمریکا زندگی با اسلحه عجین شده است. حدوداً 2 ساله بودم که پدرم برای اولین بار منو برد شکار. فرهنگی که با وقوع هر تیراندازی جمعی با نگاهی منتقدانه بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما گونزالس، دانش آموز 18 ساله دبیرستان مارجری استونمن داگلاس فلوریدا میگوید این فقط یک مسئله روانی نیست. او نمیتونست این تعداد دانش آموز رو با چاقو بکشه. ما خواهان اصلاح قانون اسلحه ایم. ما خواهان قوانین عقلانی در مورد اسلحه ایم. ما خواهان بررسی سوی پیشینه قوی افراد درباره مشکلات روانی و سابقه اونها هستیم. اما به نظر نوجوانان ساکن شهرهای کوچک و روستاها مشکل داشتن اسلحه نیست. مشکل خود تیرانداز است. اسلحه بد نیست. ولی بعضی از مردم که اسلحه رو دارن بدن. اگه به همه تیراندازای مدارس نگاه کنین، همشون مشکلات روانی داشتن. مدرسه جای فعالیت‌های سیاسی نیست. من میفهمم که اونا میخوان کشته شدن 70 دانش آموز رو یادآوری کنن، اما احساس میکنم نرفتن سر کلاس درس برخورد تندیه. اما با وجود نظرات مخالف این چنینی، تظاهرات 24 مارس با حمایت بسیاری از چهره‌های سرشناس روبرو شده است. به گفته یکی از مسئولین Airbnb، مؤسسه اینترنتی رزرو محل اقامت به صدای آمریکا، این مؤسسه تاکنون 8400 مورد رزرو برای تظاهرات فردا داشته است که بعد از راهپیمایی سال گذشته زنان بیشترین رزرو محل اقامت در واشنگتن دی سی است. پلیس واشنگتن دی سی نیز اعلام کرده که از همه پرسنل خود برای تسهیل برقراری تظاهراتی امن و صلح‌آمیز استفاده خواهد کرد. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.